بفرمایید آقا. سلام، من میخواستم ایلول اردم رو ببینم. دکتر ایلول هنوز ویزیت بیمارش رو شروع نکرده، یکم دیگه شروع میکنن. اگه بخواین میتونین اینجا منتظر بمونین. آروم باش، آروم باش، آروم باش، خون سرد باش، آروم باش، خودتو کنترل کن. آروم باش، خودتو کنترل کن، فکراتو کنترل کن، آروم باش. داره به من نگاه میکنه. باورم نمیشه مهمت همچین کاری کرده باشه. اسما، مهمت برای پول همچین کاری نمیکنه. من پول لازم داشتم، مهمت یه شبه برام ردیف کرد، به هم پول داد. باور کن اگه دیشب اتفاق نمیافتاد منم همین فکر رو میکردم، اما هر کی یه جوری عجیبه. چرا؟ مگه دیگه چی شده؟ عیاز دیروز با گل اومد اینجا. کافی شد؟ آره، اما وقتی تو رو پیدا نکرد رفت تو بیمارستان به هم دادش. استاد علی از این خبر داره؟ نه، به نظر منم نداشته باشه، بیمارستان رو سرمو خراب میکنه. باشه بگذاریم، بعدا حرف میزنیم. باید قطع کنم، تلفن جدیدم گرفتم، حالا هزار بار زنگ میزنی حرف میزنیم. باشه میبینمت. بس ایلولودنم خیلی سخته، برای همه چی و هر چی خیلی سخته، حتی برای منم. دکتر ایلول، میشه یه مریض رو معاینه کنین؟ اومدم. دیشب خیلی خوب بود. خوب شروع شد، عالی داشت پیش میرفت، اما آخرش خوب تموم نشد. چی شد؟ اصلا نپرس بابا، یه سری اتفاقای چرت و پرت افتاد. اگه اینطوره پس سوال نمیپرسم. بابا حالا که گفتی سوال، تو باید یه چیزی رو به هم بگی. اون یارو که تو رو زد، سردار، چند سال پیش تو مارماریس تو پزشک قانونی کار میکرده، دقیقا همون زمانی که مامان بزرگ ایلول فوت کرد. به نظرم حق با ایلوله. تو عمل جراحیش کوتاهی کردن و مخفیش کردن، برای این کار از سردار استفاده کردن. منظورت از این حرفا چیه؟ مگه تو خبر نداشتی؟ بابا نه نداشتم. اگه اینطوره پس اون یارو چرا به چلیک کرد؟ چون نتونستم دخترش نجات بدم. یه بابا یه داغدار دیگه. دوبله شده در استدیو جم. ببین پسرم، بیشتر از این موضوع رو ادامه نده، به نفع هیچ کس نیست. پس عدالت چی؟ هیچ کس نمیدونه تو اون اتاق عمل چه اتفاقی افتاد. یعنی اگه اون دختر رو دوست داری، نفرت و حس انتقام رو از خودت دور کن، چون اینا آدم رو از بین میبره، نابود و داغون میکنه. سلام.
سلام دکتر. ببینم کسی دنبال این دختر سوریه‌ای نیومده؟ اومدن دکتر، تو اتاق انتظار منتظرن. و اون زنه همش داره سوال میپرسه. فکر کنم اون پیداش کرده. باشه، ممنون. خواهش میکنم. سلام، تو همونی هستی که اون دختر سوریه‌ای آوردی اینجا؟ چطوره؟ خوبه؟ خوبه، یعنی حالش خوب میشه، بهتر میشه. خدایا شکر، خدایا شکر، شکر. شما از اینا داری؟ اون دختر بچه هم از اینا داره؟ آره، اونم به موهاش بافتن مثل شما. شما از یه جا میایین درسته؟ خانواده‌ش رو میشناسین؟ ببینین، خواهش میکنم، نیازی نیست اصلا بترسین. اگه چیزی میدونین بگین. باشه، اون دختر عمل سختی داشته، الان به خانواده‌ش احتیاج داره. شما مادرش یاره؟ چرا داری اینو مخفی میکنی؟ نپرس، الله خلیک، نپرس، اجازه بده ببینمش. چرا اینقدر منتظر موندی تا این دختر به این حال و روز بیفته؟ چرا بچه رو زودتر نیاوردی؟ نیست، تو کشور ما نیست، بیمارستان نیست، بیمارستان نیست. چی کار میکردم؟ جنگ بود، جنگ بود. چرا دخترتو ول کردی؟ مجبور، مجبور بودم. دیروز کشتی اومد، مریض نمیتونه طاقت بیاره، طاقت نمیاره. اما نتونستم برم، بدون اون نرفتم، نتونستم برم. ما رو نفرست، قول بده، قول بده ما رو نفرست. بذار دخترم رو یه بار ببینم، فقط یه بار. التماسم میکنم، بذار، بذار ببینمش. دکتر ایلور، اون آقایی که اونجا نشسته میخواد شما رو ببینه، میشه یه نگاه بندازین؟ سلام، من دکتر ایلولم، میخواستین با من حرف بزنی؟ چیزه، من هاکانم، وقت قبلی نگرفتم، اما اگه چیز اورژانسی نیست به بچه ها بگم کارتونو برای فردا حل کنن، امروز سرم شلوغه. نمیشه، چون من یکم انگار مریضم، باید با یکی حرف بزنم. میشه حرف بزنیم؟ بذارین من وقت ملاقاتم رو چک کنم، شما همینجا منتظر باشین. الو، یه نگاهی بندازین ببینین کسی وقتشو کنسل کرده یا نه. باشه، ممنونم. هاکان خان، بهتون گفتم بیرون منتظر باشی. میدونم، اما باید یه چیزی بهتون بگم. من آدم بدی نیستم. باشه، فهمیدم. چند روز سرم درد میکنه، اما اینجوری نبودم، نمیتونم بخوابم، حالم بده، بالا میارم، حالم اصلا خوب نیست. بهتره شما یکم بشینی، لطفا. ببینی، شما چیزه، شما دکتر خوبی هستی. تو ماشین داداشم اسم شما رو دیدم، اسم بیمارستانم بود، گفتم این یه نشونه است،
اگه قراره کسی بهم کمک کنه اون شمایی. ببینین واقعا واقعا دوست دارم بهتون کمک کنم، اما کسی وقتشو کنسل نکرده. اما شما نگران نباشین، من شما رو میفرستم پیش یه دکتر خوب. کسی دیگه ای نمیشه. ببینین این هفته یه جعبه قرص آرام بخش خوردم، اصلا اثری نداشت، نمیتونم بخوابم، میخوام همه چیو بزنم بشکنم. باشه خون سرد باشی. اولین بار اینجوری میشم، لطفاً بهم کمک کنین. اینا مال من نیستن، لطفاً ساکتشون کنین. بهشون میگم برین نمیرن، میترسم، خیلی دارم به فشار میارم، کمکم کنین تو رو خدا، کمکم. باشه بیا با هم دیگه بریم بیرون ببینیم کی سرش خلوته. خیلی خوب بیا. نمیتونی بری جایی، بشین سر جات، تو یه نشونه ای، به جز تو کسی نمیتونه کمکم کنه، بشین. باشه فهمیدم، آروم باش، خون سرد باش. بشین، گفتم بشین، بشین، میگم بشین دیگه. تارو خان، اون کسی که سرتون رو سوراخ کرد ایلول اردن بود؟ آره درسته، ایلول اردن بود، اونی که سرم رو سوراخ کرد ایلول اردن بود. کدوم دکتر سر بیمارشو با دریل سوراخ میکنه، اونم وسط خیابون؟ حالا روزمو ببینین، تو از خدا نمیترسی آخه؟ به خاطر اینکه آبریزش بینی داشتم رفتم بیمارستان، به خاطر آبریزش بینی. وقتی این کارو میکرد از شما اجازه نگرفت؟ تلفیه کردم، زود باش بریم. دخترتو تو تلویزیون دیدی؟ از چی حرف میزنی؟ خدا رو شکر که اون منو عمل نکرده، یه نفر رو فلج کرده. چرا داری چرت و پرت میگی؟ دختر روانیت سر یکی رو با دریل سوراخ کرده، اونم وسط خیابون، طرفم داغون شده. البته خب ازش شکایت کرده، میگفتی دختر من خیلی باهوش، خیلی با استعداده. دیدی؟ کافیه دیگه زن. من که میدونستم اون هنوزم خطرناکه. آره نفرین را بیافت بریم، تو رو جون هر کسی که دوست داری، زود باش بریم، بیا بریم دیگه، تمومش کن. خیلی خب باشه بابا. بعد از این همه سال نظر در مورد دختری یکی دونه حرف بزنم. افکارتو کنترل کن، 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 افکارتو کنترل کن. تو چی کار داری میکنی؟ هیچی کاری نمی کنم. باشه حق با توه، حق با اونه، حق با اونه. آروم باش، آروم باش، همش دارن حرف میزنن، راحتم نمیذارن. بعد از اینکه من مردم مغزمو با اتوبسی نگاه کنیم باشه، ببینیم داخلش چی بوده. چی باعث شده فکر کنی میمیری؟ همه چی، همه ای کارهایی که کردم. من حقمه که بمیرم. اینجوری فکر نکن، بیا یه کاری کنیم، بیا با هم دیگه بریم، بریم یکی رو پیدا کنیم بتونه کن. باشه هیچ جایی نمیری، بشین سر جات، بشین. دختر روانیت سر یکی رو تو خیابون با دریل سوراخ کرده، میگفتی دختر من خیلی باهوشه، خیلی با استعداده. دیدیم، میدونستم اون هنوزم خطرناکه. آقای محترم، داخل اتاق بیماره، باید منتظر نوبتتون باشیم. فهمیدم، من بابا. باشه بهتره من برم.
دوباره برمیگردم. دوبله شده در استدیو جری. یه بیمار هست میخواد شما رو ببینه، میشه بیای؟ البته. نمیخوام بهت صدمه ای بزنم، به خدا نمیخوام بهت صدمه ای بزنم. باشه میدونم، پس این کارو نکن. دوباره باید کنترلش کنی. باشه دکتر. روز بخیر. ایاز، یکی رو ندیدی از اینجا رد بشه؟ چه خبره؟ آدم خطرناکی بود، ممکنه مادر و داداششو کشته باشه. باید زود پلیس رو خبر کنی. الو، من دکتر ایازم، فوری پلیس خبر کن. اسما، وای، ببخشید دخترم، نمیخواستم بترسونمت. شما اینجا چی کار دارین؟ به نظرم بهتره تا ایلول ندیده از اینجا برین. میخوام به دخترم کمک کنم. به دخترتون؟ یکم برای این کار دیر نکردین امو جون؟ شنیدم یه مریضش براش دردسر درست کرده، خیلی اذیتش میکنه؟ چه ربطی داره؟ اونقدر دخترتونه نمیشناسین که اینو باور میکنین. ایلول یه دکتر افسانه‌ایه، طرف دیوونه است که داره علکی حرف میزنه، فقط همین. نه، انگار اینطوری نیست. خبرش تو تلویزیون پخش شده. تو تلویزیون؟ آره. کاری نکن. آروم باش، تو آدم بدی نیستی. به اونا سلام نزن، تو آدم خوبی هستی، نمیخوای به کسی آسیبی برسونی. تا
تو آدم خوبی هستی، تو آدم خوبی هستی. نمیخوای بهشون آسیب برسونی، نمیخوای بهشون آسیب برسونی، تو نمیخوای. دکتر خیلی معذرت میخوام، چیزیتون که نشد خوبین؟ نه سمت چیزیم نشد. تو دیروز گفتی بیمارستان خونه منه، پس واقعا داشتی جدی میگفتی. دکتر شما زدین تو کار ماشینه کلاسی؟ بله دکتر، راستش منم نتونستم جلوی روحیه ماجراجویی خودمو بگیرم، یه همچین دیوونگی کردم. واقعا؟ دکتر راستش صاحب خونه کرایش بیشتر کرد، منم دیدم چاره جز کاروان ندارم. خوبه اینطوری هزینه رفت و آمدم نداری. آره دکتر، به شما هم توصیه میکنم، حرف نداره، یه کاروان بگیرین تا با هم همسایه بشیم، با هم چای قهوه میخوریم، عالی میشه دکتر. جدی میگی؟ آها بریم دکتر. بله بله بهتره بریم. بریم صمد بریم. خودتو بکش، اگه نمیتونی جلوشونو بگیری خودتو بکش. زود باش، خودتو بکش، خودتو بکش، خلاص شو. اگه نمیتونی جلوشو بگیری خودتو بکش و خلاص شو. زود باش، خودتو بکش، نترس. زود باش، نترس. زود باش، خودتو بکش، خودتو بکش، ترسو نباش. زود باش، خودتو راحت کن، خلاص شو. بکش خودتو، زود باش. زود باش، خودتو بکش، خودتو بکش، خودتو بکش، زود باش. زود باش خودتو بکش، راحت شو. زود باش، زود باش، نترس. زود باش. ترسو همشونو بکش، بکش همشونو بکش. زود باش، بکش همشونو، بکش همشونو، بکش بکششون. ترسو، زود باش، زود باش. بذار دکتر تایید کنه حالش خوبه، اون موقع خودم استخوناتو میشکنم. داداش آروم باش. داداش به خدا دست خودم نیست، به روح مامانم قسم میخورم دست خودم نیست. آی مردی که به زور جلوی خودمو گرفتم، میکشمت عوضی، میکشمت. درد نداره، خب دست خودش نیست دیگه. درد نمیکنه، شما دیوونه شنی. چه داداش مگه از قصد این کارو میکنم؟ مارتی که آوازی میکشمت، میکشمت آوازی. وایسا داداش بلشون، وایسا 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 وایسا. اینجا بیمارستانه، این کارو در شأن شماست؟ خواهش میکنم. ببین ببین چی کار میکنه، ببین چی کار میکنه. چرا زدی؟ دکتر میزنه. صمد آروم باش. به خدا از قصد نبود، نمیتونم دستمو کنترل کنم. یعنی چی دستمو نمیتونم کنترل کنم؟ دلم کنته، نشونش بدم. بذار نشونش بدم با کی طرفه. آقای محترم آروم باشی. دکتر تارو خان، اون کسی که سرتون رو سوراخ کرد ایلول اردم بود؟ دقیقاً درسته، ایلول اردم بود. واقعاً اونی که سرم رو سوراخ کرد ایلول اردم. حیف زحمت های دوستم که برای این مرتی که کشید. حالا روزم رو ببینین، تو از خدا نمیترسی؟ به خاطر اینکه آبریزش بینی داشتم رفتم بیمارستان، به خاطر یه آبریزش. یه دقیقه یه دقیقه، دستای این یارو میشه یه لحظه بیان؟ ای خدا، انگار اینجا قهوه خونه است، اینجا کافی شاپه، کافی شاپ. بله عمو جون. اشاره که کردم. این چی اینجوری کردی؟ یه بار دیگه انجام بده. یعنی چایی؟ چایی
این یارو دروغگو کلا برداره. چطور؟ این یارو اومد اینجا، حتی اینطوری با دستای چندش شایی سفارش داد، دستش هم سالمه. سالم؟ مطمئنی؟ مطمئنم، حتی با خودم گفتم دستاشو بشکنم، اما پول کامله دیگه. آره، حتی یه زنم اومد بهش کلی پول داد. اون زنه کی بود؟ نمیدونم که، یه زنه، زنه چندشتر از خودش. به خاطر اینکه آبریزش بینی داشتم رفتم بیمارستان، به خاطر آبریزش بینی. بالاخره همه چی اونطور که میخواستم پیش رفت. ای کاش برای منم همینطور بود. چیو میخواستی و نشد؟ به نظرم عشقمو بهت ثابت کردم، حالا دیگه نوبت توه. اینو دیگه از کجا آوردی؟ در مورد ازدواجی که به تأخیر انداختی حرف میزنم. پس این هنوز ادامه داره، نتونستی از شرش خلاص بشی؟ چی شده بابا؟ چرا اومدی اینجا؟ اول به سوالم جواب بده. هر کاری خواستی و انجام دادم، حتی علی یوسف هم قانع کردم. بذار یه نفسی بکشم. وقتی اینقدر کار رو سرمون ریخته نمیتونی راحت بشینی و خوش بگذرونی؟ اون یارو که از ایلول شکایت کرد چی شد؟ اونم مثل سردار بلای جونمون نشه. نگران نباش، این دفعه حواسم به همه چی هست، هیچی نمیشه. عاشق این اعتماد به نفستم، اما دشمن تو خیلی دست کم میگیری. علی آصف لقمه آسونی مثل باباش نیست، اینو هیچ وقت فراموش نکن. خطر اصلی برای ما اونه. همه جای بیمارستانو گشتیم، هیچ جا نبود، احتمالا فرار کرده، اما نمیتونه خیلی دور شده باشه. خیلی خوب، از این به بعدش به عهده ماست. با اجازتون خانم دکتر. خیلی ممنون. ایلول، تو خوبی؟ فکر کنم وقتی مادرشو کشته اصلا حالت طبیعی نداشته. اونو نمیپرسم، حال تو رو میپرسم، تو خوبی؟ من خوبم، چیزی نیست، امیدوارم زود پیداش کنن. راستی یکم پیش از پایین زنگ زدن، ماشین تو پیدا کردن، پلیس هم منتظر. ماشین علی یوسف هم پیدا کردن؟ یعنی چی؟ مال اونم دزدیدن؟ همزمان با هم؟ آره. دوبله شده در استدیو جن. یعنی با هم بودی؟ برم پایین ببینم چه خبره. خب بگو ببینم آلپ. بیمار میگه که نمیتونه دستشو کنترل کنه. بله، ما هم سهم خودمون رو از این بابت گرفتیم. آی مارتی، که چی کار میکنی؟ میبینین دکتر، اجازه بدین من دست اینو بشکنم، دیگه تکون نخوره، ما هم خلاص میشیم به خدا. آقای محترم. داداش بذار دکترا یه نگاهی بندازن. ببخشید واقعا نمیتونم دستم رو کنترل کنم، یعنی خودش تکون میخوره، نمیتونم جلاشو بگیرم. خب ادامه بدیم آل. خیلی وقته که این مشکل داره دکتر، اما الان وضعیتش خیلی خطرناکتر شده. بله، من حساب دارم. کار میکن، اخراج شد. خوبه که ننداختنش زندان، رئیسش هم باور نکرد دزده. راستش دست من نیست، نمیتونم کنترلش کنم. شما تازگی ها جراحی داشتین؟ اپیلپسی شدید داشته، خواستن با دارو درمونش کنن، جواب نداده. دو ماه پیش عمل جراحی مغزش. مرتی که داری چی کار میکنی؟ دکتر، دکتر، میبینین؟ این چطوری؟ این چطوری بره بیرون ها؟ چطوری خواهرم کنارش بمونه؟ دکتر، واقعا معذرت میخوام، دست خودم نیست. مشکلی نیست، میدونیم. خب، احتمالاً جسم پینه‌ای این آقا رو جدا کرد. یعنی میگین از اون دکتر؟ بذارین اینطوری بهتون توضیح بدم. خب
همونطور که میبینین مغزمون دو نیم کره داره. وسط این دو نیم کره یه منطقه هست که به عصب دستور میده و باعث حرکت اعضای بدن میشه. به اون منطقه جسم پینه‌ای میگن. وقتی این نباشه دست چپ نمیدونه دست راست میخواد چی کار کنه. ما پزشکا به این میگیم سندروم دست بیقرار. یعنی چی؟ یعنی بعد عمل اینطوری شده؟ اینو دقیقا نمیدونیم. ممکنه که تو جراحی مغز آسیب دیده باشه. حالا درست میشه؟ آخه ما 4 هفته دیگه عقدمونه، برای همین. وقتی که داری چی کار میکنی؟ آروم باش، آروم باش بسید، آروم باش، آروم باش، آروم باش. ببینین آقا، لازمه که شما آروم باشین. این یه بیماریه و باید مثل یه بیمار باش برخورد بشه. این درمان قطعی نداره، اما بعضی احتمالات هست. میتونیم سمپتوما رو کم کنیم. یعنی چی؟ یعنی لزومی نداره عقد و عقب بندازیم. میتونیم امتحانش کنیم. دکتر میبینید اعصابمون داره خورد میکنه. آروم باش، آروم باش، آروم باش، آروم باش، آروم باش. آقای محترم ببینین، نیازی نیست عصبانی بشین. عصبانیت چیز خوبی نیست. من تو این موضوع یه دوست خیلی خوب دارم، اگه بخواین میتونم براتون وقت بگیرم. داداش با هم بریم. معذرت میخوام، ببخشید.